کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش و با همکاری اعضای کمیته دفاع از محیط زیست، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. پروتکل لاهه بخش دوم، ماده 14. بعد از ماده 25 کنوانسیون ماده زی درج می‌گردد. الف 1. هرگاه در مورد خسارت مذکور در این کنوانسیون اقدام قانونی علیه یک مستخدم یا عامل متصدی حمل و نقل به عمل آید، چنانچه مستخدم یا عامل نامبرده ثابت نماید که در حدود وظایف خود عمل کرده است، همان میزان مسئولیتی به او تعلق خواهد گرفت که متصدی حمل و نقل میتواند طبق ماده 22 بدان استناد نماید. 2. در این صورت جمع کل مبالغ قابل وصول از متصدی حمل و نقل و مستخدمین و عاملین او از حدود مذکور تجاوز نخواهد کرد. 3. چنانچه ثابت گردد که خسارت وارده از عمل یا قصور مستخدم یا عامل متصدی حمل و نقل ناشی گردیده و خواه به قصد ایراد خسارت و خواه از روی بی احتیاطی و با علم به امکان ایجاد خسارت صورت گرفته، مفاد بندهای 1 و 2 این ماده قابل اجرا نخواهد بود. ماده 15. در ماده 26 کنوانسیون بند 2 هست و متن زیر جایگزین آن می گردد. بند 2. در صورت بروز خسارت، گیرنده بایستی شکایت خود را بلا فاصله بعد از کشف خسارت و حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ دریافت لوازم شخصی و 14 روز پس از دریافت کالا تسلیم متصدی حمل و نقل نماید. در صورت تأخیر در حمل و نقل، گیرنده لوازم شخصی یا کالا باید شکایت خود را حداکثر ظرف 21 روز از تاریخ تحویل گرفتن لوازم شخصی یا کالا تسلیم دارد. ماده 16، ماده 34 کنوانسیون هست و متن زیر جایگزین آن می گردد. مقررات مواد 3 لغایت 9 مربوط به اسناد حمل و نقل در مورد حمل و نقلی که در اوضاع فوق‌العاده و خارج از حدود عملیات عادی بهره برداری یک متصدی حمل و نقل هوایی صورت می‌گیرد، لازم الاجرا نخواهد بود. ماده 17. بعد از ماده 40 کنوانسیون ماده زیر درج می‌گردد. ماده 40 الف بند 1. در بند 2 از ماده 37 و بند 1 از ماده 40 منظور از اصطلاح طرف متعاهد معظم یعنی دولت و در تمام موارد دیگر منظور از اصطلاح طرف متعاهد معظم یعنی دولتی که الحاق آن به کنوانسیون از طرف او نگردیده است. بند 2. از لحاظ این کنوانسیون منظور از کلمه سرزمین فقط سرزمین اصلی یک دولت نبوده، بلکه شامل تمام سرزمین‌هایی است که آن دولت مسئول روابط خارجی آن می باشد. فصل 2. حدود شمول متن اصلاح شده کنوانسیون. ماده 18. متن کنوانسیون که به موجب این پروتکل اصلاح گردیده، شامل حمل و نقل بین المللی مصرحه در ماده 1 کنوانسیون می باشد، مشروط بر این که نقاط مبدأ و مقصد مذکور در آن ماده یا در سرزمین دو طرف متعاهد این پروتکل قرار گرفته باشد و یا در سرزمین یک طرف متعاهد این پروتکل واقع شده ولی در سرزمین یک دولت دیگر توقفی برای آن پیش بینی شده باشد. فصل 3. موارد نهایی. ماده 19. کنوانسیون و پروتکل در بین امضا کنندگان این پروتکل به عنوان سند واحدی تلقی و تفسیر خواهد گردید
و به نام کنوانسیون ورشو که در تاریخ 1955 در لوحه اصلاح گردیده نامیده خواهد شد. ماده 20. این پروتکل تا زمانی که طبق مقررات بند 1 از ماده 22 آن ملحق شده اند و یا در کنفرانسی که این پروتکل در آن مورد قبول قرار گرفته شرکت نموده باشند مفتوح خواهد ماند. ماده 21 بند 1 این پروتکل به تصویب دول امضا کننده خواهد رسید. بند 2 تصویب این پروتکل توسط دولتی که طرف متعاقد کنوانسیون نیست به منزله الحاق به متن کنوانسیون که به موجب این پروتکل اصلاح شده تلقی خواهد گردید. بند 3 اسناد تصویب به حکومت جمهوری خلق لهستان سپرده خواهد شد. ماده 22 1 این پروتکل هنگامی که 30 دولت امضا کننده آن را ثبت نموده باشند به مرحله اجرا در خواهد آمد و برای هر دولت دیگر که از آن پس آن را تصویب نمایند 90 روز پس از سپردن سند تصویب به مرحله اجرا در خواهد آمد. 2 این پروتکل به محض اینکه به مرحله اجرا درآید توسط حکومت جمهوری خلق لهستان در سازمان ملل به ثبت خواهد رسید. ماده 23 بند 1 این پروتکل پس از اینکه به مرحله اجرا درآمد برای الحاق دولی که آن را امضا نکرده اند مفتوح خواهد ماند. بند 2 برای دولی که کنوانسیون را امضا نکرده اند الحاق به این پروتکل به منزله الحاق به متنی از کنوانسیون تلقی خواهد شد که توسط این پروتکل اصلاح گردیده است. بند 3 الحاق با سپردن سند الحاق به حکومت جمهوری خلق لهستان انجام و 90 روز پس از سپردن سند مزبور قابل اجرا خواهد بود. ماده 24 1 هر طرف متعاهد این پروتکل می تواند با ارسال اطلاعیه‌ای به عنوان حکومت جمهوری خلق لهستان آن را فسخ نماید. 2 فسخ 6 ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه فسخ توسط حکومت جمهوری خلق لهستان نافذ خواهد گردید. 3 اعلام فسخ کنوانسیون توسط هر یک از طرف‌های پروتکل حاضر که بر طبق ماده 39 کنوانسیون صورت می‌گیرد به هیچ وجه نباید به عنوان فسخ متنی از کنوانسیون که توسط پروتکل حاضر اصلاح شده تلقی گردد. ماده 25 بند 1 به استثناء سرزمین‌هایی که در مورد آنها طبق بند 2 این ماده اطلاعیه صادر گردیده است این پروتکل شامل تمام سرزمین‌هایی می‌گردد که دولت طرف متعاقد پروتکل حاضر مسئول روابط خارجی آنها است. بند 2 هر دولت می‌تواند هنگام سپردن اسناد تصویب یا الحاق اعلام نماید که پذیرش این پروتکل از طرف آن دولت شامل یک یا چند سرزمین که به مسئول روابط خارجی آنها است نخواهد شد. بند 3 هر دولت می تواند بعداً به وسیله ارسال اطلاعیه‌ای به حکومت جمهوری خلق لهستان پروتکل را در مورد یک یا چند سرزمین که در مورد آنها طبق بند 2 این ماده اطلاعیه صادر نموده است تسریع دهد. این اعلامیه 90 روز پس از دریافت آن توسط حکومت مزبور نافذ خواهد بود. بند 4 هر دولت طرف متعاقد این پروتکل می تواند طبق ماده 24 به طور جداگانه از طرف هر یک یا تمام سرزمین هایی که مسئول روابط خارجی آنها می باشد اعلام فسخ نماید. ماده 26 در مورد این پروتکل هیچ قید و شرط پذیرفته نیست. محاذا که دولت در موقع می تواند با ارسال اطلاعیه‌ای به عنوان حکومت جمهوری خلق لهستان اعلام نماید
که کنوانسیون اصلاح شده به وسیله این پروتکل شامل حمل و نقل اشخاص یا کالا و لوازم شخصی که برای مقامات نظامی دولت مزبور در هواپیمایی مذکور ثبت گردیده و تمام ظرفیت آن توسط و یا برای این مقامات ذخیره گردیده است انجام می‌پذیرد نخواهد شد. ماده 27. حکومت جمهوری خلق لهستان بلافاصله یادداشتی حاوی کلیه نکات زیر به حکومت‌های کلیه دول امضا کننده کنوانسیون یا امضا کننده این پروتکل و تمام دول طرف متعاهد کنوانسیون یا طرف متعاهد این پروتکل و تمام دول عضو ایکائو و یا سازمان ملل و نیز به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال خواهد داشت. الف، هر یک از امضاهای این پروتکل و تاریخ آن. ب، سپردن هر یک از اسناد تصویب یا الحاق مربوط به این پروتکل و تاریخ آن. جیم، تاریخی که این پروتکل طبق بند یک ماده دو به مرحله اجرا در می آید. دال، وصول هر یک از اطلاعیه های فسخ و تاریخ آن. ه، وصول هر اصلاحیه یا اطلاعیه‌ای که طبق ماده 25 ارسال گردیده و تاریخ آن. و، وصول هر اصلاحیه‌ای که طبق ماده 26 ارسال گردیده و تاریخ آن. این پروتکل به تاریخ 28 سپتامبر 1955 در سه متن یکسان به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی در لاهه تهیه گردیده و در صورت وجود اختلاف متن، متن فرانسه که کنوانسیون به آن زبان تنظیم گردیده حاکم خواهد بود. این پروتکل به حکومت جمهوری خلق لهستان سپرده خواهد شد و طبق ماده 20 برای امضا مکتوب خواهد ماند. دولت لهستان رونوشت مصدق آن را به کلیه دولت‌های امضا کننده کنوانسیون یا این پروتکل و تمام دول طرف متعاهد کنوانسیون یا این پروتکل و تمام دول عضو ایکائو و یا اعضای سازمان ملل متحد و به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ارسال خواهد داشت. پروتکل فوق مشتمل بر یک مقدمه و 27 ماده منظم به قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون 12 اکتبر 1929 ورشو و پروتکل 28 سپتامبر 1955 لاهه و کنوانسیون 18 سپتامبر 1961 گوادالافارا و پروتکل 8 مارس 1971 گواتمالا می باشد.